سلام و وقت بخیر به بسته خبری ساعت 5 از مهتاب خوش آمدید. امروز شنبه 14 مقرب سال 1401 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 نوامبر سال 2022 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. اعلان نتایج کنکور عمومی 1401. اداره ملی امتحانات امروز نتایج کنکور عمومی سال 1401 را اعلان کرد. کمک 25 میلیون پوندی بریتانیا به افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید که کشور بریتانیا 25 میلیون پوند به افغانستان کمک کرده است. ادامه واکنش ها به بازداشت ظریفه یعقوبی. یونما میگوید که باید به افغان ها حق برگزاری تجمعات داده شود. و کمک های نظامی پنتاگون به اوکراین. پنتاگون بسته جدید کمک های نظامی به اوکراین را اعلام کرد. تفصیلات اخبار. اداره ملی امتحانات نتیجه فارغان کنکور 1401 را امروز در یک نشست خبری اعلام کرد. طبق آمار اداره ملی امتحانات 84,863 تن در دانشگاه ها و 36,000 داوطلب دیگر در مؤسسه های تحصیلات نمالی جذب شدند. سلیمان فرزند غلام جیلانی از مکتب سلطان غیاث الدین غوری در هرات با گرفتن 355.4 نمره در مقام نخست قرار گرفته است. همین گونه تا مقام دهم را پسران به دست آوردند که بیشترشان از مکتب‌های ولایتی فارغ شدند. عبدالقادر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات امروز در نشست خبری در کابل گفت که آن شمار از داوطلبانی که در کنکور امسال به دانشکده‌های دلخواهشان راه نیافتند می‌توانند در دانشکده‌هایی که شمار پذیرش آن پر نشده است درخواست بدهند. بر اساس آمار اداره ملی امتحانات در کنکور سال روان 160,000 داوطلب اشتراک کرده بودند. در فای وقوع یک حادثه ترافیکی در شارای سالنگ 3 نفر جان باخته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری باختر، یک موتر مسافربری نو پلانکو شب گذشته در ساحه دوشاخ شارای سالنگ واژگون شده است. طبق این گزارش زنان و کودکان در میان قربانیان شاملند. شارای سالنگ از شارهای مزدحم و در عین حال دشوارگذر است. این مسیر آرازگاهی گواهی حوادث ترافیکی مرگبار می باشد. برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد از کمک 25 میلیون پوندی بریتانیا برای نیازمندان در افغانستان خبر داده است. برنامه غذایی جهان بر روز جمعه در صفحه تویتر خود نوشته است که از این پول در برنامه کمک‌های اضطراری برای تهیه مواد غذایی به 15 میلیون افغان استفاده خواهد شد که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که در نتیجه خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بحران اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها و اطفال با کمبود مواد غذایی و عدم حمایت‌های اقتصادی روبرو هستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از امارت اسلامی خواست است که ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن و همکاران او را از توقیف رها کنند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید که امارت اسلامی روز پنجشنبه ظریفه یعقوبی و 4 تن دیگر را در جریان یک کنفرانس مدنی بازداشت کردند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از حکومت امارت اسلامی میخواهد حقوق بشر را رعایت کنند و اطمینان را بدهند که همه بازداشت‌های آنها بر بنیاد قانون و رعایت حقوق بشر است. گزارش شده است که نیروهای امارت اسلامی ظریفه یعقوبی را به روز پنجشنبه در کابل بازداشت کردند. آنها مدعی هستند که در میان دستگیر شدگان خبرنگاران نیز شامل هستند. بنابر گزارش ها ابرینا سینگ سخنگوی پنتاگون در یک نشست خبری گفته است که بخشی از کمک های نظامی از قبیل تانک ها قرار است تا پایان ماه دسامبر به اوکراین تحویل داده شود. سخنگوی پنتاگون گفته است که ایالات متحده 45 تانک T-72 را به عنوان بخشی از بسته کمک نظامی 400 میلیون دلاری دیگر در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. گفته می شود که کمک های جدید ایالات متحده شامل 250 اراده موتر زرهی، 40 قایق زرهی، 1100 هواپیمای بدون سرنشین و سیستم های دفاع هوایی می باشد. این در حالی است که پس از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات متحده و ناتو سلاح‌های متفاوتی را به ارتش اوکراین تحویل دادند. این بود بسته خبری امروز که تقدیمتان کردیم. وقت بر شما خوش. الله نگهدار.